ببینید این امر به معروف و نهی از منکر و این داستانا چیه که این همه یه طرفدار داره، یه دی براش استخدام میکنن، چه کار میکنن؟ نگاه میکنیم با برمیگردیم. ما باید پدری کنیم برای مردم. هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون. هیچ چیز دیگری نمیتونه آزادی مردم رو محدود بکنه. دولت هم نمیتونه، قوه قضاییه هم نمیتونه، فقط قانون. قانونی اگر مراحلش تصویب شد و ابلاغ شد، قانون میتونه چارچوب بذاره. به غیر از قانون ما حق نداریم تو زندگی مردم، تو زندگی خصوصی مردم، تو زندگی عمومی مردم دخالت بکنیم. خب حکومت امیرالمومنین برای ما الگوست و پیامبر فرمود حاکم پدر امت هست، باید جایگاه پدری داشته باشه و ما باید در این راستا وظیفه خودمون رو نسبت به مردممون انجام بدیم. حرفایی میزنن که آقای خامنه‌ای هم یا چیز دیگه میگه، ولی ایسه بدین اصلا بپرسیم ببینیم که آقای دستمالچی برای ما بیشتر باز بکنن. این داستان امر به معروف و نهی از منکر که این همه پایه این حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، اصلا مثل که یک بخشی از قدرتش رو بر این استوار کرده. یعنی کار دیگری جز این در شهر دست کم نداره و حقوق شهروندی مردم، مسئله حقوق بشر، اصول حقوق بشر، همه مبتنی بر یک مسئله میشه که اینا در زندگی مردم خصوصی و عمومی وارد میشه. حالا من نمیخوام بگم که اصلا آقای روحانی خوب است یا بد است، دست کم حالا اعتراض در بین خودشون داره بالا میگیره. جناب دستمان، شما یک مقاله بسیار مفصل نوشتین، امر به معروف و نهی از منکر در حاشیه گشت نامحسوس، در خدمت شما هستیم برای مقدمه کار. بیان کنید که شما با این مسئله چگونه برخورد کردید. ببینید، امر به معروف و نهی از منکر برای یک جامعه دموکراتیک و یک حکومت دموکراتیک عین سم مهلکه. چرا؟ برای اینکه بنابر آیه 110 از سوره آل عمران، چون مسلمانان بنیادگرا به این آیه استناد میکنند و در اونجا آمده است که مسلمانان از بهترین هستند و وظیفه دارند دیگران رو دعوت به امر به معروف و نهی از منکر بکنند. خب شما اگر در نظر داشته باشید که در زمانی که در زمان دوران پیامبر محمد 1400 سال پیش مسئله معروف و منکر مشخص بود، البته بگذاریم از این آیه که موقعی که میگه مسلمان ها بهترین مردمان هستند، خود این مسئله در اساس برای حکومت اگر بخواهد چنین بکند یک تبعیض اساسی به وجود میاره، با توجه به اینکه اصولاً پس از گذشت 1400 سال هم هنوز مشخص نشده بالاخره مسلمان واقعی کیست. بالاخره مسلمان واقعی ولایت فقیهان هستند، اصولگرایان ولایت فقیه هستند و یا معتدلاش هستند یا اصلاح طلباش هستند و یا داعش یا بوکو حرام یا وهابیان هستند. همه اینا معتقدن که مسلمان واقعی اونا هستن و اسلام واقعی را هم اونا نمایندگی میکنن و این بحثا چون بحث ابسترکت ایدئولوژیکه هیچ وقت پایان نخواهد داشت. همچنان که توی 1400 سال گذشته مشخص نشده بالاخره اسلام واقعی کی، مسلمان واقعی چه کسی است و اسلام واقعی چیست، بعدن هم مشخص نخواهد شد. شما همین الان وضع منطقه رو توجه بفرمایید، نه تنها وضع منطقه و یا در جوامع اسلامی در افریقا از بوکو حرام گرفته تا غیره، برید به درون جامعه ایران
و این اختلافاتی رو که میان جناهای گوناگون و تفسیرهای گوناگون و غیره وجود داره نگاه بکنه. حالا در زمان پیامبر محمد موقعی که میگفت امر به معروف و نهی از منکر، خیلی مشخص بود اون زمان یک جامعه کوچک قبایل عرب بود در اونجا و بسیار محدود. امر درست اون چیزی بود که امت محمد و خود محمد در اون زمان انجام میداد و کار بد اون چیزی بود که دیگران خارج از این امت انجام میدادن. و اسلام هنوز 1,200,000,000 جمعیت شامل نمیشد، حد اکثر مثلا در اون زمان 50 نفر بودن، 100 نفر بودن، 200 نفر بودن، اون موقع که هنوز همه قدرت رو نگرفت بودن. اون زمان میشد فهمید که امر به معروف و نهی از منکر چیست، ولی این زمان در این شرایطی که وجود داره هر کس میاد تفسیر خودشو میکنه و میگه که اون چیز درست اونیست که من میگم. حالا یک فرد میتواند برای خودش تصوراتی داشته باشد که اینی که من فکر میکنم درسترینه، ولی شما اگر که به مسلمان و یا به هر فردی در جامعه اجازه بدید که فکر اون چیزی رو که فکر میکنه بره بخره یه نفر دیگر رو تو خیابون بگیره و یا همسایش رو یا غیره بگه که آقا تو باید الا بلا این کاری رو بکنی که من میخوام بکنم، خب تمام جامعه به هم میریزه، تنش ایجاد میکنه. بخصوص اگر حکومت بخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه و جمهوری اسلامی اشکالی که علاوه بر صد تا اشکال دیگه که داره، یکی از اشکالات اساسی دیگرش هم در این است که مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو آورده توی قانون اساسی و بنابر قانون اساسی فرد مؤمنان اجازه بایستی برن امر به معروف کنن و نهی از منکر کنن و حکومت هم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره. موقعی که حکومت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه، یعنی حکومت تعیین میکنه پندار و کردار و گفتار شهروندانو و این یعنی جلوگیری از تمام فردیت هایی که وجود داره و تعیین تکلیف در پندار و گفتار و کردار برای شهروندان از بالا. خب اینا در 37 سال گذشته به انواع مختلف کوشش کردند که امر به معروف و نهی از منکر کنند، ولی جامعه مدرن امروز ایران و شهروند قرن 21 اون انسان یک ده بسته 200 نفره و یا اون انسان دوران محمد نیست که همه یک دست و یک شکل و یک فکر و یک عمل و غیره باشن، مقاومت میکنه. اینها بعد از در واقع شکستی رو که مرتبا به ویژه از جنبش زنان خوردن و به ویژه از جوانان ایران خوردن، برای اینکه به موی جوانان دخالت میکنه، به لباسشون در لباسشون دخالت میکنه، به آرایش موشون همینطور، لباس مردم رو به خصوص زنان رو، حجاب رو اینا، و میخواد اقداماتی بکنه که همه رو بیاره یک شکل و یک فکر رو متحد بکنه، اون جامعه به اصطلاح امت امامتی مورد نظرشون. و سخنانی رو که شما پخش کردید از آقای روحانی که خب سخنان درسته، ولی مشکل جامعه ایران این استش که آقای روحانی رئیس جمهوره و در کشورهای دموکراتیک یه دین که موقعی که رئیس جمهور با اکثریت، حالا این که انتخابات در ایران غیر دموکراتیکه، غیر آزاده، غیر سالمه، به این کاری ندارم، ولی با وجود تمام اینها آقای روحانی انتخاب شده و قاعدتا نیروهای نظامی، انتظامی و غیره که بخشی از قوه اجرایی هستند
میباید در اختیار اینا باشه، در اختیار رئیس جمهور باشه، نه اینکه خودشون مستقلا و خودسرانه کاری بکنن و رئیس جمهور بیاد اونا رو نصیحت بکنه. و اشکال اساسی این استش که آقای روحانی به جای عمل بیشتر هی میاد صحبت میکنه، حرفای خوبم میزنه، ولی باید عمل بکنه. یعنی بگه آقا جان کسی اجازه آوردن گشت نامحسوس برای کنترل مردم رو علنی و یا غیر علنی نداره و این جلوشو بگیره. این که تعرض به حقوق شهروندی این کاملا درسته، ولی باید جلوشو بگیره. خب این افراد نامحسوس های دستمالچی میبینیم تصویرش رو اتفاقا بهروز گذاشته بود، بد نیست دوباره ببینیم. خب اصلا اینا حالا که اصلا عکساشون رو اصلا روز اول که نشوند این محسوس، حالا اسمش هست نامحسوس، ولی اینا در همین زندگی مردم حضور دارن در خیابون. پرسش اصلی این است که چرا یک جامعه ای و یک حکومتی فکر میکنه که هدایت اخلاقی افراد رو در جامعه باید از نظر دینی خودش به عهده بگیره و قوانین دینی رو بیاره در درون قوانین مدنی و به گونه‌ای برخورد بکنه که اگر کسی به اونها عمل نکنه یعنی رفتارش رفتاری جرم جنایت است و به این ترتیب انقدر قافیه رو تنگ میکنه و این قوانین رو تنگتر و تنگتر میکنه، در واقع همه به نوعی مجرم هستن در جمهوری اسلامی اگر به اون مسائل عمل نکنن. چرا یه حکومتی به اینجا میرسه که انقدر تبعیض بین این یکی حقیقت است و دیگری غیر حقیقت است، این واقعیت است و دیگری غیر واقعیت است؟ ببینید دلیلش بسیار روشنه، حکومت حکومت دینیه، حکومت حکومت ایدولوژی دینیه و میخواد یک تفسیر، یک برداشت، یک خوانش ویژه‌ای از اسلام رو، اونایی که در قدرت هستن و قدرت دستشونه، میخواد این برداشت رو پیاده بکنه. و نه تنها در ایران، در منطقه و در سطح جهان میگه یه حقیقت درسته، یه چیز وجود داره، اونم اونیست که من میگم. یعنی نمیپذیره که بابا این جا در این جامعه کسان دیگری زندگی میکنن که برداشت ایشون رو از اسلام ندارن. یعنی شما مسئله امر به معروف و یا نهی از منکر و یا وزارت ارشاد و یا ارشاد مردمان از طریق حکومت، این که مثلا تعریف بکنه هنر چیست، تر تمام نظام، یا مثلا ادبیات خوب چیست، نظم خوب چیست، دارای چه محتوایی بایستی باشه و غیره، در تمام نظام های غیر دموکراتیک، در تمام نظام های تامگرا از فاشیست تا نازیست که گرفته، همه این نهادها رو داشتن. یعنی حکومت تعریف میکرده که هنر فاسد چیه، بعد اون وقت اجازه نمیداده در همین دوران نازیسم در آلمان هنرهای منحد وجود داشته، تابلوها رو میسوزوندن، تابلوها رو میشکوندن، اجازه برگزاری نمایشگاه به اونا نمیدادن، یا نویسندهایی بودن که نوشته های اونا غیر اخلاقی تلقی میشده، مثلا ده ها و ده ها نویسنده های بزرگ آلمان که مجبور شدن کشور رو ترک کنن برن برای اینکه امنیت نداشتن و غیره. یعنی مسئله هیچ کشور دموکراتیکی رو شما نمیشناسید، در امریکا نمیشناسید، در آلمان وجود نداره، در فرانسه وجود نداره، در سوئیس وجود نداره که وزارت ارشاد داشته باشن که دولت بیاد به مردم بگه که چه بنویسن یا چه ننویسن، چه نوع هنری خوب است، چه نوع هنری بد است و رفتارشون چی باشه و پندارشون چی باشه و کردارشون چی باشه، نوع لباسشون چی باشه، رنگ لباسشون چی باشه، نوع آرایش موشون چی باشه. تو هیچ کشور دموکراتیکی همچین چیزایی وجود نداره، در جمهوری اسلامی وجود داره، در عربستان وهابیان وجود داره، در داعش وجود داره و در تمام این کشورهایی که دارای حکومت‌های ایدئولوژیک اسلامی هستند، به اضافه حکومت‌های تامگرایی که الزاماً دینی نیستن ولی حکومت ایدئولوژیک این نازیسم و یا فاشیسم و غیره و یا استالینیسم و غیره. به همین دلیل این که چرا این کارو میکنن دلیلش روشن، حکومت دینی یه ایدئولوژی داره
و برداشت خودشونو، یعنی اونها برداشت جناح معتدل خود حکومت رو هم، جناح اصلاح طلب رو هم، جناح‌های دیگری هم که داره تصورات دیگه از اسلام هستند، حتی شیعه نمیپذیرند. خب ما در این جامعه 15 میلیون اهل سنت داریم که اصولا شیعه رو نمیپذیره که حالا اصول کرداری و پنداری و رفتاری اونا رو بپذیره. خب اینا همه شهروندان ایران هستن، کار میکنن، مالیات میدن، حکومت از پول مالیات اینا میگرده و یا فروش منابع طبیعی و غیره که مال همه ملته. و این تبعیض همه جا هست و این تلاش 37 ساله که شکست خورده، ولی این تلاش 37 ساله این بار از طریق گشت نامحسوس که جامعه رو یک دست بکنن، یک شکل بکنن. من همین امروز خوندم که آقای خامنه ای به فرماندهان نیروهای انتظامی و غیره توصیه کرده، دستور داده که شما به حرف افراد و یا رسانه ها توجه نکنید، همون کاری رو که بایستی بکنید بکنید. خب این دیکتاتوری محضه دیگه، اصلا بدون پرده پوشی میگه آقا مردم هرچی که میگن یا نمیگن مهم نیست، رسانه ها اگر اعتراض میکنن، یعنی رسانه که اعتراض میکنه یعنی یه بخشی از افکار و اندیشه های مردم رو منعکس میکنه، میگه مهم نیست، شما برید همین کارا رو بکنید. خب این یعنی دیکتاتوری محض دیگه، دیکتاتوری که شاخ و دم نداره. دیکتاتوری یعنی این که شما خودت شخصا از بالا تصمیم بگیری و برخلاف میل و اراده مردم بری یه چیز رو بر جامعه تحمیل بکنی. خب آقای دستمالچی، الان با این در واقع دو تا، اگه نخواهیم بگیم که دو گرایش در برابر هم هستن، دست کم یک گرایش که مردم هستن که کاری نمیتونن بکنن، خود به خود این حکومت و حاکمیت تمام فشارشو در به اونها داره وارد میکنه و اونها هم زندگی خودشونو تا جایی که میتونن دارن انجام میده، ولی همواره یک رویارویی وجود داره. خب جوانی سر میخواد لباسی بپوشه، امروز در قرن 21 داره زندگی میکنه. در این میان یک هم بخش حکومت، یعنی بخش اون دست راستترین حکومت که اسلامی و نظامی است که آقای خامنه ای و سپاه هست، این میان یه مقداری هم مثلا این اصلاح طلبان و نمیدونم که میان روها و اینکه اینایی که حالا به نمایندگی مجلس هم تازه انتخاب شده. من دیدم شما تو مقالتون اتفاقا به یه نوعی در آغاز مقاله به این اشاره کردین که وقتی که یک حزب اصلاح طلب تشکیل میشه و اسمش رو میذاره حزب اتحاد اسلامی، در واقع تکلیفش رو روشن میکنه که در کدوم طرف قضیه ایستاده. چرا اینها که الان مجلس رو، الان به تازگی مجلس رو گرفتن دستشون، خب خود به خود تابع یه اکثریت هستن، آیا اصلا واکنشی رو از این مجلس و این گروه میشه انتظار داشت؟ ببینید اینکه دو جناح و با دو تصورات از جمهوری اسلامی وجود دارن، حالا در مجموع میگم دو جناح خیلی کلی، این واقعیته. یعنی این به این معنا نیست که اگر که اعتدالیون در ایران یا آقای روحانی و یا اصلاح طلب و آقای خاتمی چیز دیگری میگویند الزاماً حرف ما رو میزنند، یعنی خواهان یک دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر هستند. خیر نیستن و اصولا اینها خواهان همون حکومت دینی هستند، ولی تصورات اینها از حکومت دینی با تصور اونها از حکومت دینی اندکی فرق میکنه. این واقعیته. یعنی برای اینها سر حجاب نباید اونطوری اونقدر سخت گرفت و یا بسیاری چیزهای دیگه، ولی حکومت دینی میخوان و توجه ندارن که حکومت موقع که دینی میشه، یعنی شما یک ایدولوژی رو میبرید توی حکومت. دموکراسی ها همشون حکومت در ارزش ها بیطرف هست. اگر شما این بیطرفی ارزشی رو در حکومت ها رعایت نکنی، با نیت خوب یا با نیت بد، نظام میشه غیر دموکراتیک، میشه تامگرا. برای اینکه فرض بفرمایید که اگر این جناح هم بیاد و بخواهد این تصورات مثلا یه ذره معتدل تر خودشو پیاده بکنه و اگر که فرضاً
زنا حجاب رو برداشتن، رو سرشون رو کاملا برداشتن، ولی خرشون رو بگیره که نه آقا این تا این وسط سرتون حتما باید باشه. این هم همون امر به معروف و نهی از منکره، اما یه ذره شلتر، فرقی نمیکنه. به همین دلیل اینکه تضاد بین این دو جناح اساسی وجود داره، وجود داره، برای اینکه دو برداشت و دو تصور متفاوت وجود داره از نوع حکومت اسلامی. ولی نباید این مسئله رو انکار کرد که گویا این اختلافات نیست و همش ظاهرسازی، این حرفیست نادرست. اما نباید این توهم رو هم دامن زد که گویا این چیزایی رو که این جناح میگه همون دموکراسی های متکی به حقوق بشریست که ما میگوییم. خیر، نیست. و میان این دوتا خب معلومه که اونایی که به اصطلاح اصولگراهایی که هنوز سر جنگ و نابودی با غرب و امریکا و اسرائیل و تمام منطقه اینا دارن، بدترین بدترین ها هستن. خب این واقعیته. واقعیت این هستش که حتی در سیاست خارجی هم شما تفاوت رو میبینی که این جناح، جناح معتدلان، رفته جمهوری اسلامی روی شعار نه شرقی نه غربی معنا شده بود، الان شده هم شرقی هم غربی. این بخش داره تلاش میکنه وارد مذاکرات با شیطان بزرگ که امریکا بود و 30 سال تمام منابع ملی ایران رو و منافع ملی ایران رو به باد دادن سر این دشمنی بیخردانه. حالا اینا میبرن این و اون جناح هم دست از این سیاست نه شرقی و نه غربی برداشته و رفته طرف شرق، یعنی طرف روسیه و چین و اینجور چیزا. یعنی در سیاست خارجی هم بعضن اشتراک دارن، بعضن تفاوت اساسی دارن. اینا واقعیت هایی هست که هست، ولی در مجموعه خود این حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی حکومت ایدولوژیکه و میخواهد حکومت ولایت فقیه شیعیان رو سراسر دنیا پیاده بکنه. از جمله به این دلیل وارد دخالت و جنگ نیابتی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و غیره شده. بله، حالا دکتر آقای دستمالچی می‌خواستیم بریم به همین سو، یعنی هنگامی که در درون کشور هست، خب با مردم و یه مسئله مدنی است، خب داره با مردم داخل، ولی وقتی که این گستره رو بزرگتر میکنه، خطر بزرگش به ویژه الان که در قضیه سوریه هست و مسئله داعش هست، مسئله عربستان در یک سوی دیگر هست، این گستره رو به جایی برده که میتواند بسیار خطرآفرین باشه، چرا که در برابرش هم اون اسلام وهابی عربستان هست که اونها هم میخوان اسلامشون رو گسترش بدن. حالا میبینیم امروز میبینم که روزنامه‌های غرب آمریکا نوشته، آقا اصلا در روزنامه‌ای که در واشنگتن منتشر میشه در به اسم هیل که مال کنگره آمریکا در اون منطقه منتشر میشه، میگه آقا ایران دیگه به راحتی داره بر آتشش و سوریه رو داره باد میزنه، بیشترش میکنه. وقتی که دیگه یه زمانی گفتن سپاه قدس، حالا میزان افغانیایی رو که به عنوان فاطمیون استخدام میکنن با ماهی 600 دلار اونها رو هم دارن میفرستن، از اون ور تکاورا رو میفرستن. این در واقع صدور انقلاب به صورت فقط ایدئولوژی فکر کردن نیست، به طور واقعیش وارد این جنگ نیابتی شدن. تا این خطر این جنگ نیابتی رو اگه ممکن است باز کنید. ببینید این دخالت های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، یعنی بعد از انقلاب اسلامی در درون سپاه یک بخشی هم تشکیل شد تحت عنوان کمک برای سازمانهای آزادی بخش اسلامی یا نامی شبیه این، حالا درست در خاطرم نیست، و منظورشون این بود که گروه های گوناگون شیعه و یا حتی غیر شیعه که حرف شنوی از جمهوری اسلامی دارن، اینا رو تقویت بکنن، آموزش بدن، بیارن ایران، پول بدن، اسلحه بدن، همه امکانات رو در اختیارشون بذارن تا اینا برن در واقع در مناطق مختلف در کشورهای مختلف تلاش بکنن برای انداختن حکومت‌های سنی مذهب اونجا و غیره. خب این تلاش‌ها از چشم حکومت‌ها
پنهان نموند هیچ وقت. اما هیچ وقت در دوران 37 سال گذشته مسئله رویارویی با حکومت ایران، با شیعیان ایران، به ولایت فقیهان مانند این 3 سال 4 سال اخیر نشد و روز به روز شدت پیدا میکنه. و تمام تلاش هایی رو که جمهوری اسلامی کرد در افغانستان، در عراق، در سوریه و یمن و غیره، اینا در نهایت با شکست کامل، بعضا با شکست روبرو شده و با شکست کامل روبرو خواهد شد. دخالت ایران در سوریه، در جنگی رو که وجود داره، سالیانه میلیاردها دلار خرج رو دست ملت ایران میذاره، باطلاقی است که به این سادگی از اون نمیتونه بیاد بیرون. و امریکا و غرب بسیار علاقه مندن که جمهوری اسلامی در اونجا بمونه، برای اینکه پاش تو باطلاقه و نفسش رو اونجا خواهند گرفت و مخارج بسیار سنگین، همچنان که در عراق اینطوری شد. اما نه عراق یک پارچه موند برای جمهوری اسلامی، این واقعیته. و حتی دولت شیعه مرکزی رو که به وجود آوردن در بغداد اصلا روپاش الان بند نیست. و امکان این که اسد و سوریه واحد بمونه اصلا وجود نداره. شما الان ببینید با وجودی که 6 ماه جمهوری اسلامی در یک پیمان با روس‌ها وارد سوریه شدن، روسا با بمباران و غیر و اینا، اینها هنوز در باز کردن راه حلب به ترکیه که تو دست داعشه موندن. چرا موندن؟ برای اینکه یه همچین کاری یعنی که شما 200-300 هزار نیروی زمینی پیاده بکنید و هیچ کس جرأت همچین کاری رو نداره. و با وجود تلاش های 3 ماهه این دهو میگیرن، ولی همونجا گیر کردن و نمیتونن این راه رو باز کنن. و یکی از مشکلات سوریه این هستش که بیش از 100-150 گروه مسلح مستقل از هم عمل میکنن و هنوزم که هنوزه 2/3 خاک سوریه در دست داعشه و اسد سقوط خواهد کرد. و یعنی تمام تلاش هایی رو که جمهوری اسلامی به کار برده برای حفظ خاندان اسد به عنوان خاندان شیعه و برای اینکه برای ولایت فقیهون در سوریه پایگاهی بسازه که از اونجا بتونه عملیات بکنه، همه شکست خورده. انقدر شکست خورده که سازمان همکاری های اسلامی که همین 1-2 هفته 3 هفته پیش در ترکیه جلسه داشت و 57 کشور اسلامی هستن، بر علیه ایران بیانیه صادر کردن. یعنی میگه که من رهبر جهان اسلامم. چه رهبر جهان اسلامی که همه جهان اسلام بر علیه شما اعلامیه میدن به عنوان تروریست و غیره و فلان و اینها. و این دخالت ها در یمن هم همینطوره. و الان عربستان سعودی به اضافه کشورهای حاشیه خلیج فارس و غیره جبهه واحد بر علیه جمهوری اسلامی درست کردن. و جمهوری اسلامی یک سیاستی رو دنبال کرده در رابطه دشمنی بیخردانه با غرب. همین آقای آیت الله خامنه‌ای یه ماه پیش 2 مرتبه شروع کرد باز به فحاشی به غرب و امریکا و اسرائیل و که اینا رو ما نابود میکنیم و فلان، حرفای کاملا بیمورد. اصلا جمهوری اسلامی از نظر توان نظامی و غیره، ببینید آقای، این حرف من که نیست که، حالا آقای ظریف 2 سال و نیم پیش که اومد قدرت رو اینا گرفتن و شد وزیر امور خارجه، گفت آقا این امریکایی‌ها ظرف 1 ساعت تمام نیروهای نظامی انتظامی ایران رو فلج خواهند کرد. راست میگه. خب شما در یک جنگ 8 ساله با عراق بودید و نه موفق نشدید. بالاخره امریکا این عراق رو، نیروی ارتش صدام حسین رو در ظرف 3 هفته تمام از بین برد. خب این واقعیت ها رو باید دید. حرفای بی مورد، این که مثلا انگلیسی به چه درد میخوره. خب این که شما انگلیسی بلد نیستی به این بنا نیستش که انگلیسی به درد نمیخوره. بیش از دنیا 6 میلیارد جمعیت داره
بیش از 3.5 میلیاردش انگلیسی حرف میزنه. زبان علم، دانش، دیپلماسی همه چی انگلیسیه. خب ما بریم مثلا عربی یاد بگیریم چی میشه؟ من که در آلمان هستم و آلمانی بلدم و غیره، از حوزه آلمان و اتریش و سوئیس که بیرون میام باز کور و کرولال میشم و نمیتونی شما استفاده بکنی، برای اینکه زبان جهانی نیست، زبان بسیار دقیقیه، زبان دانش، زبان علم، زبان فلسفه است، ولی زبان جهانی برای علم و دانش و دیپلماسی و همه اینا نیست. خب اگه قرار باشه که جوانان ایران به علم و دانش و غیر دسترسی داشته باشن، خب با این زبانه، با زبان عربی به چی دسترسی دارن؟ به هویت المتقین، به توضیح المسائل، به نوشته های رساله های عملی آقایون که به عربی یا حالا به فارسی هم بعضا ترجمه شدن، به عربی نوشتن و موضوعاتش بر سر بول و قاعد و حیز و اینجور چیز هاست. آخه برن اونا رو بخونن که چی بشه؟ خب به همین جایی میمونیم که عقب موندیم. علت عقب موندگی توی اینه، توی اینه که ما با دانش، با علم دشمنی میکنیم تحت عنوان ایمان و فلان اینا. به همین دلیل این سیاست ها در منطقه، در درون، در درون برای چندمین بار اینا شکست خواهند شد. ببینید، به نظر من زنای ایران از جمله چشم اسفندیار جمهوری اسلامی هم، بنیادگرایان اسلامی هم، نقشی رو که زنان در فروپاشی اعتقادات بنیادگران اسلامی دارن، مثل نقش گالیلاس در اقتدار کلیسا. برای اینکه همین که یه زنی اومد رفت و پزشک شد و فلان مجتهد رو معالجه کرد، اون میفهمه که عقل ایشون دانش از خود ایشون بیشتره و بعدم میفهمه که مسئله زنان نه مسئله خلقت، نه مسئله ژنه، آموزش آموزش آموزش. خب شما موقعی که برمیدادید دختر زیر 9 ساله رو شوهر میدید، خب این چطوری باید رشد بکنه؟ بعد میگید ببین چیچی رو ببینن. خب شما نذاشه این بره رشد بکنه. جمهوری اسلامی عملا در تمام زمینه ها شکست خورده، با زور وایستادن، با زور نیروی نظامی و انتظامی و غیر و اینا، وگرنه عملا در اقتصاد اسلامی که شکست خورده، علوم اسلامی که شکست خورده، 37 سال مبارزه برای اسلامی کردن زنان و جوانان که شکست خورده، دزدی در فساد و دزدی از 180 کشور شما ردیف 170 می، در اعدام و فلان از 180 کشور در مقام اول و دوم هستید. اعتیاد، ببینید اصلا جالبه، تو کشوری که میگن الکل ممنوعه، مصرف مشروبات الکلی ممنوعه، ده ها مرکز درمان معتادان الکلی باز کردن. خب معلومه شکست خوردید، تو تمام سیاست ها شکست بود. جناب دستمالچی، چون به پایان برنامه نزدیک میشه، البته یه 10 دقیقه داریم، ولی من میخوام برگردونیم دوباره به این جنگ نیابتی. من این جنگ نیابتی همیشه یه خطر بزرگ داره. جمهوری اسلامی تا زمانی که در بیرون از مرد داره در سوریه است، خب فقط داره کشته میده، هزینه میکنه و کشته میده. ولی اگر این جنگ لبش برگرده به سوی ایران و وارد منطقه بشه و از مرزها بگذره، خود تمام کشور رو تحت فشار خودش میذاره و منفجر میکنه و نابود میکنه. چرا جمهوری اسلامی که میدونه به قول شما در برابر یک کشور عراق نتونسته به این سادگی در اون جنگ 8 ساله پیروز بشه، این خطر که تمام مرزهاش با این مسئله میتونه در امان نباشه رو پرهیزی نداره؟ خب عربستان به راحتی با ایران در کنفرانس کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، خب دیدین که به راحتی افزون بر اون کنفرانس اسلامی که اطلاعیه دادن، در اینجا که وقتی یه قطعنامه دادن، حتی دوستان جمهوری اسلامی مثل کشور عراق هم در اون قطعنامه رأی به نفع عربستان دادن و علیه ایران، حتی فلسطینی ها هم در این سو قرار گرفتن.
این رو چی کار میخوام بکنم باش؟ جناب گوهرزاد، صحبت شما کاملا درسته. یعنی خطری که الان در بیرون هست و این سیاست‌های جمهوری، نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، این که آتش این جنگ ها به درون جامعه ایران بکشه بسیار بالاست. زمانی که دوران برو بروی داعش بود همین یک سال پیش، اون کس و به مرز ایران نزدیک شده بودن، به مرزهای کردستان، تمام سراسر آذربایجان تا کردستان نزدیک شده بودن، اونایی که جلوی اینا را گرفتن و عقبشون نشوندن پیشمرگای کردستان عراق به کمک امریکا و اروپا بودن، نه به خاطر مسئله ایران، بلکه به خاطر خطری رو که تمام منطقه رو تهدید میکرد. و الانم دائما فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و امنیتی هی میگن اگر اونا داعشی ها بخوان به مرزهای ایران نزدیک بشن، چون ما یه عمق 40 کیلومتری داریم، ما عمل میکنیم. یعنی خطر اونجاست، خطر برطرف نشده. به اضافه این که وزیر اطلاعات و امنیت همین سه هفته پیش گفت ما عده‌ای رو گرفتیم که میخواستن در متروی تهران بمبگذاری کنن، و شیش ماه پیش، هفت ماه پیش گفتن عده‌ای رو گرفتیم که میخواستن در مراسم عزاداری بمبگذاری بکنن. و در سیستان و بلوچستان 20 سال درگیری مسلحانه است، و همین هفته گذشته در کردستان درگیری مسلحانه بوده. به اضافه این که رهبران داعش و اون ابوبکر بغدادی بارها و بارها اعلام کرده که اگر قرار باشه ما در عراق و سوریه و یمن و لبنان با شیعیان بجنگیم، چرا این جنگ رو به کشور ما در ایران و تهران نبریم؟ و خواهند برد. اینکه یک بار موفق میشن، دو بار موفق میشن اینا رو دستگیر کنن، خیلی خوب. ولی شما موقع که وارد یه همچین پروسه جنگی شدید، این کاری رو که داعش خواهد کرد بعداً مورد پشتیبانی اهل سنت خواهد قرار گرفت. حالا در بیرون ایران که 100%، در درونم نارضایتی وجود داره. بعضاً داعش زمانی تونست در عراق پا بگیره که شیعیان دولت مرکزی اهل سنت رو از تمام نهادها بیرون کرد، و این یک بستری به وجود آورد که اهل سنت عراق از این نیروی رادیکال استفاده بکنه، هرچند خودش موافق با اینا نیست، ولی میگه اینا نوک تیز پیکار برای مبارزه بر علیه شیعیان هستن. و رسانه های آلمانی چندین بار در یک سال گذشته گزارش دادن که در سوریه، عراق، در لبنان اینا مردم به ایرانیا و به ویژه به شیعیان هرچی از زنشون در میاد میگن. چرا؟ میگن این شیعیان اومدن کشور ما رو به این روز انداختن، و میگن این دولت ایران هست، حکومت شیعه ایران هست که اومده رفته در کنار اسد و دست به چنین جنایت‌های بزرگی زده که در حدود 300 هزار نفر فقط کشته شدن، 10 میلیون هم آواره، از جمله شیعیان ایران، از جمله حکومت ایران رو مسئول اینها میبینن. یعنی زمینه روانی این مسئله که داعش بخواد به ایران، در ایران بمبگذاری کنه، جنگ رو منتقل بکنه اونجا و مورد پذیرش این بدنه قرار بگیره، بسیار بالاست. بله. و جمهوری اسلامی میبایستی دست از این سیاست‌های ماجراجویانه گسترش حکومت ولایت فقیه و استقرارش در جامعه و منطقه دست برداره. ما که در قرون وسطا زندگی نمی کنیم که، در قرن 21 هستیم، مرزها شناخته شده است.
و شما نمیتونید دست بزنید. درسته. خب جناب دستمالچی، چون 3 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نداریم دیگه، میخوام موضوع دیگه ای رو باز نکنم، فقط یک جمله از شما پرسش دارم. نظرتون رو در مورد این ترکیب جدید مجلس چی هستش؟ آیا اینا فکر می‌کنید که تفاوتی با مجلس‌های پیشین خواهد کرد؟ حالا 158 تا از امید وارد شدن، یعنی ترکیبی از تدبیرگرایان و میانه‌روها و اصلاح طلبان شدن 158 نفر در مجلس شورای اسلامی. آیا هیچ تفاوتی دیده خواهد شد در مجلس آینده، مجلس دهم یا نه؟ تفاوتش این خواهد بود حد اکثر که کمتر قور بزنن با دولت آقای روحانی، وگرنه آنچه که مربوط به قانونگذاری است اصلا تو دست مجلس نیست. هرچی تصویب میکنن یا نمیکنن، حالا مهم نیست در مجلس کی نشسته، اصلاح طلبا، معتدلین یا غیره، هر چی تصویب میکنن یا نمیکنن باید بره شورای نگهبان، و شورای نگهبان اکثریت فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر هستن و جز جناهای اصولگرای راست 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 هستن، اونا تعیین میکنن که آیا این مصوبه با احکام و موازین شرع طبق نظر اونا هم خوانی داره یا نداره. یعنی مجلسی که مستقل باشه، خودش بتواند قانون گذاری بکند، چه با این ترکیب چه با اون ترکیب چه با یه ترکیب دیگه فرق زیادی نمیکنه، فقط احتمالاً یه مقداری قر و قرشون نسبت به دولت روحانی کمتر خواهد شد. ما فراموش نکنیم که در زمان آقای خاتمی خب مجلس تو دست طرفداران ایشون بود، ولی نمیشد هر چیزی هم که تصویب میکردن شورای نگهبان رد میکرد، و موقعی که خواستن قانون مطبوعاتو ببرن و دیدن ممکنه تصویب بشه و شورای نگهبان نتونه کاری بکنه، با استناد به حکم حکومتی از طرف آقای خامنه ای تمام اون لایحه رو از دستور جلسه مجلس خارج کردن. یعنی چون اینا چند تا رأی بیشتر دارن، نباید فکر کرد که توهم ایجاد کرد که گویا چه خواهد شد. آنچه که مربوط به حق قانونگذاری مجلس شورای اسلامی هیچ وقت نداشته، با شورای نگهبان بوده، از این به بعد هم نخواهد داشت. فقط یه ذره سنگ اندازیشون ممکنه کمتر بشه. سپاسگزار هستم آقای دستمالچی عزیز، به امید دیدارتون بار دیگر در آمریکا، و امیدوار هستیم که شما بالاخره این سفر رو آماده بشین و تشریف بیارین و در خدمتتون باشیم. منم از شما بسیار سپاسگزارم. من 2 مرتبه به شما قول میدم، ولی اینکه قولم رو اجرایی کنم نمیدونم. روزگارتون خوش، به امید دیدارتون. شما هم همینطور، مرسی، خیلی ممنون. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیم. در دو دقیقه‌ای که هست، من این داستان مجلس جدید رو فقط اشاره بکنم که چه اتفاقی افتاده در بعد از اینکه ترکیب دو تا مجلس خبرگان و شورای اسلامی، دور دوم شورای اسلامی هم انجام شد و تشکیل شد، خود به خود یک بحثی در بین اینا هستش که چه کسی ریاست مجلس رو به عهده خواهد گرفت و چه کسی خواهد بود، یعنی بین آقای عارف و آقای لاریجانی. از یک سو مشکل اساسی که در حال حاضر در نظر شمارش عددها جناح آقای عارف 158 نفر رو داره از 289 نفر مجلس، و به این ترتیب برتری داره، ولی در اون سو اصولگراها که 27% رو دارن، یک مستقل هایی وجود داره که اونا 28% هستند. حالا هر دو گروه به رأی اون 28% یا به نزدیک شدن اون 28% به خودش و در درون فراکسیون خودش احتیاج داره. بحث مهمی که در این میان مطرح هست این است که اون بخش 28%ی که مستقل ها هستن و در هیچ کدوم از این لیست ها نبودن، لیست امید نبودن، لیست اصولگراها هم نبودن، برخیشون اصلا از میان اصولگراها بودن و بهترین فرصت رو میدیدن که در اینجا به جای اینکه اعلام کنن که اصولگرا هستن، نزدیکیشون رو با اصولگراها داشته باشن ولی به عنوان مستقل بیان، و خود به خود در موقع رأی گیری ها به سود اصلاح اصولگراها رأی بدن. این رو مسئله اصلاح طلبان هم میدانن، و به ویژه در مورد این مسئله
چگونه در کدام جبهه و در رأی‌گیری ها به کدوم سو حرکت کنن بیش از هر مسئله‌ای براشون اهمیت داره. ولی باید تا منتظر شد ببینیم که این مشکل بین خودشون رو تا کجا حل میکنن. نمیخوان از آقای لاریجانی رو، البته هر دو سو، یعنی حتی اصلاح طلبان هم که آقای عارف رو در رأس دارن، بخشیشون به این متمایل هستن که نگه دارن آقای لاریجانی رو، گرچه لاریجانی با اصولگرا هست ولی نگرش دارن بلکه بتونن تمایل خودش رو از زمانی که با اونها یه مقدار فاصلش کمی زیاد بشه بتونن جذب کنن. ولی تمام اینها میتونه یه قصه باشه در جمهوری اسلامی. مجموعش این هستش که یک جمهوری هست به اسم جمهوری اسلامی، علیه مردم، برخلاف مردم، بدون رأی مردم. در کشورهای غربی میگن با رأی مردم، برای مردم، از سوی مردم. در ایران رأیی که پیش میاد به ظاهر به قول آقای دستمالچی انتخابات هست، ولی انتخاباتی نیست که مردم رأی واقعی آزاد خودشون رو به نمایندگان خودشون داده باشن. روز و روزگارتون خوش. به امید آزادی برای مردم ایران و صلح برای مردم جهان.